اداره مزارهای شیعی سازمان اوقاف شیعیان عراق از ادامه توسعه 3 زیارتگاه در استان بابل در جنوب عراق خبر داد. این اداره هدف از توسعه این اماکن متبرکه را بهتر شدن فضای آن برای حضور زائران و ارائه خدمات به محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اعلام کرد. به گفته مسئولان اداره زیارتگاه سازمان اوقاف شیعیان عراق، 3 مزاری که در حال توسعه هستند عبارتند از مزار حضرت ایوب علیه السلام در شهر حله و مزار ابو محمد الاکمل رضوان الله تعالی علیه در منطقه طلیعه و مزار سید قاسم فرزند امام کاظم علیه السلام. گفتنیست در این 3 مزار علاوه بر توسعه فضای داخلی و صحن، برخی بخش های مورد نیاز بازسازی می شوند. مرکز رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مراکز شیعی وابسته به شیعیان آفریقا روز یکشنبه اعلام کرد که با مرکز اهل بیت علیهم السلام از دیگر مراکز شیعی آفریقا توافقنامه همکاری امضا کرده است. گفته می شود هدف اصلی از امضای این توافقنامه همکاری بیشتر و بهتر در راستای برداشتن گام در مسیر نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام بین اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان بوده است. مرکز رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ادامه افزود برای امضای این توافقنامه میزبان مسئولان مرکز اهل بیت علیهم السلام بودیم و در مورد جزئیات و نحوه همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختیم و در نهایت یک توافقنامه همکاری امضا شد. بر اساس توافق صورت گرفته بیشتر برنامه‌ها و فعالیت‌های این دو مرکز شیعی قرار است بر روی جوانان و نوجوانان و به خصوص آن دسته که از خانواده‌های ایتام و نیازمند هستند صورت گیرد. رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه از احتمال امضای یک توافق صلح بین کشورش با ارمنستان در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش راشا تودی، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه با یک رسانه محلی گفت کشورش به همراه ارمنستان ممکن است به زودی در آینده نزدیک یک توافق صلح را امضا کنند، اما چارچوب زمانی دقیق امضای این توافق بالقوه را فاش نکرد. الهام علیوف روز یکشنبه گفت حالا که ارمنستان تمامیت ارضی ما را به رسمیت شناخته، به صورت دو فاکتو هر گونه مانع جدی بر سر راه یک توافق صلح محو شده است. رئیس جمهوری آذربایجان همچنین بیان کرد مطمئن است در صورتی که وضعیت فعلی پای بر جا باشد، در آینده نزدیک یک توافق صلح بین دو کشور امضا می شود. ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع آمادگی خود را برای بررسی امکان تمدید آتش بس که امشب به پایان میرسد اعلام کردند. اما الجزیره اعلام کرد صدای انفجارهای مهی و تسلیحات سنگین در جنوب خارتوم پایتخت سودان شنیده شد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، سندیکای پزشکان سودان اعلام کرد تعداد کشته شدگان غیر نظامی در درگیری‌های ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع به 886 تن رسیده است. شاهدان این اعلام کردند که شب گذشته صدای انفجارها و حملات و درگیری‌ها در خارتوم شنیده می‌شد. ارتش سودان در بیانیه اعلام کرد که به توافق آتش‌بس کوتاه مدتی که در جده امضا شد پایبند است و توافق با تمدید آتش‌بس کنونی را بررسی می‌کند. نیروهای واکنش سریع سودان نیز آمادگی کامل خود را برای ادامه مذاکرات برای بررسی تمدید آتش‌بس اعلام کردند. از سوی دیگر مونا آرکو موناوی حاکم دارفو از ساکنان این منطقه خواست برای حمایت از املاک خود سلاح به دست بگیرند. گفتنی است از 15 آوریل سودان شاهد درگیری‌های میان ارتش و نیروهای واکنش سریع است. تاجیکستان به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده، دو پاسگاه جدید در نزدیکی مرز افغانستان ایجاد کرده است. ریاست جمهوری تاجیکستان در اطلاعیه اظهار داشت دو پاسگاه جدید در شهر توسه ولایت ختلان این کشور در نزدیک مرز افغانستان ساخته شده است.
بر اساس این اطلاعیه این دو پاسگاه توسط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان افتتاح شد. ریاست جمهوری تاجیکستان تاکید کرد نیروهای مرزی این کشور با شجاعت و فداکاری از مرزهای تاجیکستان دفاع می کنند. این پاسگاه همزمان با 29 سالگرد تشکیل نیروهای مرزی تاجیکستان ایجاد شده است. در اطلاعیه آمده است پاسگاه‌های جدید به تجهیزات مدرن نظامی مجهز هستند. ابراز نگرانی از تهدیدهای برخاست از خاک افغانستان موضع مشترک کشورهای آسیای میانه است که با رد ادعاها توسط کابل همراه است. پناهندگان روهینگیا که در زندان به سر میبرند به مدت 2 است که در جستجوی آزادیشان هستند. گفتنیست 270 پناهجوی روهینگیایی که در زندان هیرانتگر در بازداشت به سر میبرند نسبت به ادامه بازداشت خود معترض بوده و به دنبال آزادی یا بازگرداندن خود به میانمار تحت حاکمیت حکومت نظامی هستند. شایان ذکر است در مارس 2021 دولت 271 روهینگیایی از جمله 74 زن و 70 کودک را دستگیر کرد و آنها را در زندان بازداشت کرد. در 5 مارس 2021 طبق قانون شهروندی این زندان به عنوان یک مرکز نگهداری معرفی شد. در پایان گفتنیست افراد دستگیر شده تنها بخشی از 5700 پناهجویان مسلمان روهینگیا هستند که در جامو و کشمیر زندگی می کنند. یک مقام نظامی پاکستان در پی ناآرامی‌های این کشور اعلام کرد بر اثر حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان 20 نظامی این کشور کشته و زخمی شدند. عنایت الله بابر یکی از مقامات نظامی پاکستان از حمله انتحاری به یک کاروان نظامی در شمال غرب این کشور و در نزدیکی مرز با افغانستان خبر داد. اوتلوک پاکستان نوشت در این حمله انتحاری 2 نظامی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. این مقام نظامی پاکستان اظهار داشت کاروان نظامی در حال حرکت به سوی وزیرستان جنوبی بود که بمبگذار انتحاری به آنها حمله کرد. در جریان این حمله تروریستی 2 نفر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند و به گفته مقامات مطلع حال 3 نفر از زخمی‌ها وخیم است. گفتنیست پاکستان در پی بازداشت عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور شاهد اعتراض‌های شدیدی بوده است. ناصر حسین مسئول کمربند سبز شهر مقدس کربلا که از مجموعه طرح‌های آستان مقدس عباسی علیه السلام به شمار می‌رود، طی اظهاراتی از ادامه آماده سازی و درختکاری در این طرح خبر داد. وی در ادامه افزود 27 کیلومتر دیگر از این طرح جامع انجام شده و با سرعت در حال حرکت به سوی تکمیل شدن است. ناصر حسین همچنین گفت مرحله آبرسانی به درختان کاشته شده نیز به صورت قطره‌ای آغاز شده و شامل درخت زیتون، نخل، توت، انجیر و نخل خرما می شود. او ادامه داد تا به این لحظه 24,000 درخت در این طرح که عرض آن 100 متر است کاشته شده است. وی افزود در این طرح همچنین یک زمین بازی والیبال و زمین سوارکاری به مساحت 2 کیلومتر ساخته خواهد شد.